اسفند تلویزیون اندیشه، من محمد امینی در بخش دیگری از سری برنامه های کلمه پاسی رو با شما خواهم بود. چند روز پیش یک رویداد بسیار ناگوار در استانبول جان بسیاری از مردم بیگناه رو، مسافرانی رو که هیچ گناهی جز رفتن به فرودگاه بین‌المللی استانبول نداشتن رو گرفت و عده زیادی رو مجروح کرد. بیگمان آگاه هستید که 3 نفر روس و ازبک و قرقیز، مسلمانان جمهوری های پیشین اتحاد جماهیر شوروی که به سوریه رفته بودند، در از مرز سوریه وارد ترکیه شدند و این عمل انتحاری رو انجام دادند. می توان گفت که شاید هفته ای نباشد که در یک گوشه ای از دنیای به ویژه اسلامی، در کشورهای اسلامی، بمبی برای کشتن گروه دیگری از مسلمانان منفجر نشود. در عراق تقریبا یک موضوع روزانه است این کارها. در سوریه که می دانید که تقریبا این کشور ویران شده و بیشتر مردم این کشور در بیرون از مرزهای سوریه زندگی می کنند و با این همه بمب و خودکشی و خودکشی منظورم با بمب‌گذاری یا عملیات انتحاری در اونجا هم وجود داره و میدانید که همین چند وقت پیش در ایالات متحده آمریکا و در پیش از اون در کشورهای اروپایی رویدادهای بسیار هولناکی به وجود آمده که به راستی شرم‌آور هست و اینا همه به نام دین، به نام اسلام انجام می شود. جنگ دینی پدیده تازه‌ای نیست. در تاریخ بشر از هزاران سال پیش تا به امروز جنگ های مذهبی وجود داشته. جنگ میان مسیحیان و مسلمانان، جنگ میان شیعه و سنی در درازای تاریخ نمونه های زیادی از اونها رو داریم. چند جنگ بزرگ میان مسیحیان و مسلمانان به نام جنگ های صلیبی قربانی های زیادی رو از دو سوی این جنگ به جای نهاد و ویرانی های بسیاری رو به وجود آورد. در دنیای اسلامی هم در همین کشور ایران ما با جنگ شیعه و سنی در درازای تاریخ روبرو بودیم. سلطان محمود غزنوی که سخت پیورز بود نسبت به باورهای اهل سنت، می گفتند که سوراخی نیست که در اون در جستجوی رافضی و باطنی نباشد. چندین لشکرکشی به سر تا سر سرزمین زیر فرمان روایی خودش برای یافتن باطنی ها و رافضی ها کرد و از جمله در یک لشکرکشی در نزدیکی ری بیش از 3000 نفر را از دم تیغ گذراند. سپس شاه اسماعیل صفوی شمشیرکشان و خونریزان ایرانی رو که بیشتر باشندگانش اهل سنت بودند شیعی کرد. از جمله در تبریز در یک هفته بیش از 20000 نفر را کشت تا همه تبریزیان آیین شیعی رو پذیرفتند. بزرگترین فقیه اهل سنت رو در هرات به چوب بستند و روزانه بخشی از بدن او رو می بریدند تا شاید در درازای یک ماه او جان بدهد و جان داد. حالا تا چند اندازه این زمان درست بوده باشد نمی دانیم، ولی می دانیم که چنین کاری رو با یکی از رهبران بزرگ اهل سنت کرد. به نظر می آمد که پس از آغاز دوران مدرنیته و پذیرفتن یک نوع بردباری و تسامح در نتیجه فضای مدرنیته، سپهر مدرنیته، این نوع جنگ ها رو به کاهش رفته باشد یا شاید حتی فروکش کرده باشد. در همین ایران مشروطه می توان گفت که به بسیاری از این جنگ و گریز های نعمتی و حیدری و جنگ های مذهبی پایان داد. و اگرچه در دوران پس از مشروطه هنوز در اینجا و اونجا در گوش و کنار ایران این آیین بسیار دردناک و زشت عمر سوزان وجود می داشت، ولی با این همه می توان گفت که دولت مشروطه و سپس دولت پهلوی نه تنها جانبداری از یک جنگ و ستیز مذهبی نمی کرد، روی هم رفته یک نوع بردباری دینی رو در جامعه رواج می داد. هنگامی که من نوجوان بودم دبیرستان می رفتم،
در تعجب بودم. گاه می شنیدم که مثلا در عربستان یهودیان اجازه زندگی ندارند یا اجازه داشتن مرکز مذهبی ندارند. چون در مدرسه ای که من بودم دوستان یهودی داشتم و می دانستم که اونها آزادانه بدون هیچ گونه گرفتاری زندگی می کنند. دوستان ارمنی داشتم، افرادی که می دانستم باهایی هستند و حتی با خانه ما، خانواده ما رفت و آمد داشتن و گرفتاری وجود نمی داشت. در دوران پهلوی جز در یک دوران کوتاهی، اون هم به دلایل سیاسی پس از 28 مرداد که بهانه‌ای بود برای بستن پیمان بغداد که به ویران کردن خزیرت القدس انجامید و رفتار بسیار بدی که در یکی دو سال با بهائیان می کردن بر منبر، در درازای دوران پادشاهی پهلوی روی هم رفته، ما با یک نوع بردباری دینی روبرو بودیم. دولت ستم بر باورمندان به آیین‌های غیر رسمی در ایران رو، چون آیین رسمی ایران شیعه 12 امامی بود، روا نمی داشت. اگرچه اینجا و اونجا در میان مردم چنین رفتار زننده‌ای وجود می داشت، ولی روی هم رفته از نظر قانونی اجحافی نسبت به شهروندان ایران به طور رسمی صورت نمی گرفت. در پاره ای از کارها طبیعی است که مسلمانان بر غیر مسلمانان برتری داشتند و شیعیان بر غیر شیعیان. روی هم رفته، ولی این رفتار چیره بر جامعه نبود و یک نوع بردباری در جامعه ایران ایجاد شده بود. و تنها موردی که به دلیل بیم و هراسی که دولت از رهبران دینی می داشت کاملا مشهود بود، آن اجازه ندادن به گشایش یک مسجد اهل سنت در تهران بود. در دیگر زمینه ها روی هم رفته می توان گفت که ما با یک درجه ای از آزادی های دینی در ایران روبرو بودیم. در دیگر کشورهای اسلامی هم جز مواردی مانند عربستان، قطر، کشورهای عقب مانده تر پیرامون خلیج فارس، جز در اون کشورها، اون هم نه به صورت امروزی، در دیگر کشورهای اسلامی هم روی هم رفته حکومت‌های عرفی چیره شده بودند. پیشرفته ترین اونها ترکیه بود که از دیرباز این درگیری‌های مذهبی در اونجا به پایان رسیده بود. کشور بازی بود و شهروندان به سبک و روش اروپایی زندگی می‌کردند، مانند زندگی که در شهرهای ایران در اون هنگام در دوران پیش از انقلاب 57 رواج داشت. در دیگر کشورها هم مانند مصر، سوریه، عراق، لبنان، اردن، روی هم رفته دولت‌های اگرچه فاسد، اگرچه خودکامه، ولی دولت‌های غیر مذهبی چیره بودند. حکومت‌های دینی نبود. طبیعی است که در این کشورها ما اون بردباری پیشرفته ای رو که در دنیای غرب، در اروپا و آمریکا شاهدش بودیم، شاهد نبودیم. هنوز به سطح کشورهای پیشرفته جهان نرسیده بودیم. ولی روی هم رفته ما با یک جنگ و ستیز مذهبی در ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه روبرو نبودیم. درست است که در عراق رهبران شیعی زیر فشار دولت غیر دینی عراق بودند، ولی روی هم رفته جنگ مذهبی دامن زده نمی شد. حکومت دینی نبود، حکومت اهل سنت نبود. بیشتر بلند پایگان دولت صدام حسین از خانواده های اهل سنت برخواسته بودند، بیشترشون هم مذهبی نداشتند. ولی دعوای اساسی جامعه عراق یا ایران دعوای شیعه و سنی نبود. در همین ایران جز مسئله که اشاره کردم، نبودن مسجد اهل سنت و یک رشته رفتارهای زشت ناسزاگویی به عمر ابن خطاب، روی هم رفته می توان گفت اهل سنت آزادی هایی داشتند و زندگی خودشون رو می کردند. من به یاد دارم دوستان اهل سنت داشتم. در مجلس شورای ملی ایران دو تن از بسیار نمایندگان بسیار متنفذ که از مخالفان سرسخت مصدق هم بودند، برادران فرامرزی که در کار روزنامه نگاری هم یکی از اونها به بلند پایه ترین جایگاه در روزنامه نگاری ایران رسید، اهل سنت بودند و کمتر کسی باور دینی اونها رو به زیر پرسش می برد.
تا اینکه انقلاب اسلامی در ایران روی داد و پس از انقلاب اسلامی ایران دولت‌های غربی برای بیرون راندن شوروی از افغانستان با کمک دستگاه امنیتی پاکستان، پول عربستان و خون افغان‌ها یک جنبش نیرومند مجاهدان رو به راه انداختند که از دل اونها طالبان و القاعده به وجود آمد و از اون پس دیگر جنگ مذهبی در خاورمیانه بالا گرفت. ایران هم از اون فرصت تاریخی که خطای ایالات متحده آمریکا در لشکرکشی به عراق براش فراهم کرده بود، یعنی برانداخته شدن دولت صدام حسین، بهره گرفت و رفت به سوی اینکه تندروترین گروه های شیعی رو در عراق و سوریه و لبنان تقویت کنه و همین جانبداری یک سویه ایران از دولت بشار اسد جنگ داخلی سوریه رو دامن زد و البته دولت های مخالف ایران هم مانند عربستان و ترکیه و دیگران هم وارد این معرکه شدند و امروز میبینیم که ما با یک کارزار بزرگ جنگ مذهبی در خاورمیانه روبرو هستیم که دامنه اون به اروپا و ایالات متحده آمریکا هم به صورت بمبگذاری ها و انفجارها رسیده. ولی قربانی بیشتر این جنگ مذهبی خود مسلمانان هستند. اگرچه در این بمبگذاری ها در کشورهای اروپایی غیر مسلمانان هم کشته می شوند، ولی قربانی جنگ مذهبی در خاورمیانه، جنگ شیعی و سنی، جنگ خلافت اسلامی با ولایت اسلامی و گروه های دیگر بیشتر خود مسلمانان هستند. و جالب اینجاست که هیچ چشماندازی هم برای پایان این جنگ خونریزانه مذهبی وجود ندارد. سر ماجرا هم در ایران خوابیده. من بارها این رو اشاره کردم. نه این است که خلافت اسلامی رو ایران برپا کرده و نه این است که خلافت اسلامی رفتاری که انجام میدهد همان است که در ولایت اسلامی ایران صورت میگیرد، در حکومت ولایت فقیه صورت میگیرد. خیر، میزان تبخش در ایران کمتر است. خب ایران کشور پیشرفته تری هم بوده و دوران طولانی تری اینها بر سر کار بودند تا حدودی پخته شدند، ولی روی هم رفته باید گفت که آغاز ماجرای کوشش برای ایجاد یک حکومت دینی در ایران نطفه بست، در ایران آغاز شد و در ایران بود که ما با پدیدار شدن یک حکومت دینی روبرو شدیم و ماجرای درگیری های سیاسی و مذهبی در خاورمیانه از انقلاب 57 اسلامی در ایران باید گفت آغاز شد و امروز البته از کنترل خارج شده و دیگر نمیتوان گفت که کانون ماجرا در ایران است، ولی آغاز ماجرا در ایران بوده. هنوز هم برای پایان دادن به این جنگ مذهبی مهمترین دگرگونی که باید انجام بشود دگرگونی سیاسی در ایران است. تا هنگامی که ما با یک حکومت دینی در ایران روبرو هستیم، نمیتوان به چشمانداز آرامش در خاورمیانه امیدوار بود. باید این تحول از ایران آغاز شود، باید به حکومت دینی در ایران پایان داد و یک حکومت مداراجو، حکومت دموکراتیک، یک حکومت غیر دینی در ایران به وجود بیاید تا دامنه این آرامش به دیگر بخش‌های خاورمیانه هم کشیده شود. همه بمباران‌های هوایی و حملات زمینی دولت‌های اروپایی و مخالفان داعش این ماجرای کینه و دشمنی دینی رو که به جنگ تبدیل شده از بین نخواهد برد. هر روز دامنه اون افزایش پیدا خواهد کرد که خب همراه هم هست با فقر و فلاکت و زندگی بسیار بدی که در بسیاری از این جوامع وجود داشته. دامنه این جریان های تندرو مذهبی تا اونجایی بالا گرفته که در فلسطینی که یک زمان نمونه برجسته ای از مردمی سکولار، مردمی به دور از تنش های مذهبی بود و بیشتر گروه های سیاسی هوادار استقلال فلسطین گروه های سیاسی یا چپ یا سکولار بودند، امروز با نفوذترین گروه، گروه حماس است که گروه تندرو مذهبی است. لبنان یک زمانی به اون میگفتند ویترین اروپایی خاورمیانه، مهمترین نیروی سیاسی این کشور امروز حزب الله است.
با پشتیبانی ایران که چند روز پیش هم با افتخار اعلام کرد که تا هنگامی که ایران پول دارد ما پول خواهیم داشت، همچنان قدرت خواهیم داشت. سر ماجرا در ایران است و بسیار دردناک است برای من که با شما هم میهنان گرامی، به ویژه شمایی که در ایران هستید، این گونه درد دل کنم که یک زمانی ما در ایران با همه گرفتاری هایی که حکومت پیشین ایران داشت، میدانی که من جزء منتقدان به رژیم گذشته ایران بوده و هستم، ولی با همه گرفتاری هایی که حکومت داشت، دست کم ما با چنین گرفتاری های جنگ دینی روبرو نبودیم. چند هفته پیش در این برنامه من به سختی از آقای علی مطهری در رابطه با سخنانی که به زبان آورده بود انتقاد کردم. امروز می‌خواندم که ایشان در نماز جمعه اهل سنت در تهران شرکت کرده، باید به ایشان شاد باش بگم و این شجاعت ایشان رو بستایم. باید به انسان ها اونجایی که نقد هست نقد کرد و اونجایی که کار درستی انجام میدهند اونها رو ستود. اینکه این ایشان با همه باور بسیار بسیار تند مذهبی شیعی میرود و در یک اجتماع اهل سنت پشت یک رهبر دینی اهل سنت نماز میخواند و انتقاد از دولت میکند که چرا اجازه نمیدهند در کشوری که پسوند اسلامی بر نام اون هست، جمهوری اسلامی، مسجد اهل سنت در ایران ساخته بشود، کار درستی است. نمونه یک رفتار به هر حال بردبارانه است. ای کاش این رفتار عمومی بشود و ماندگار بشود در میان کسانی مانند آقای مطهری. افسوس که گاه سخنانی رو میگویند که سه هفته پیش به نقد اون نشستم و گاه کارهایی رو میکنن از این دست که باید اونها رو ستود. ولی ما با گرفتاری حکومت دینی روبرو هستیم، چه در ایران و چه در صورت اهل سنت اون در کشورهای عربی و به ویژه امروز در سوریه و عراق، یعنی دولت اسلامی. این خونریزی تا هنگامی که ما باز نگردیم به بنای یک حکومت غیر دینی یا حکومت‌های غیر دینی دموکراتیک، حکومت‌های غیر دینی سالم در کشورهای خاورمیانه به پایان نخواهد رسید. گناه هم کاسه کوزه این رو بر سر غربی ها نشکنید. هرچه میخواهید درباره تاریخ استعمار و دخالت آمریکا و کودتای 28 مرداد و هرچه میخواهیم بگوییم، موضوع بر سر این است که گرفتاری در خود این جوامع اسلامی است. طبیعی است که غربی ها و دولت های استعماری در گذشته نقشی در برانگیختن این شکاف ها در میان مردم داشتن، از اونها بهره برداری کردند. ولی نمیتوان به بهانه این که غربی ها چه کردند از دست خود رو از این گناهی که خود این مردم به اونها متوسل میشوند، رفتاری که خون ریزانه ای که به اون متوسل میشوند شست و گمان کرد که اینها همه از پستوهای لندن و واشنگتن و پاریس و غیره نقش ریزی می شود. خیر، اینها ساخت و پرداخته جماران و تهران و قم و نجف و قاهره و استانبول و دمشق و شهرهای دیگر مراکز اسلامی است، ریاض و غیره. واقعیت این است که دنیای اسلامی باید تکان بخورد، یک تکان اساسی باید بازگردد و این بار برخلاف اون حکومت‌های سکولار خودکامه‌ای که وجود می‌داشت، دولت‌های سکولار بردبار، دولت‌های با مدل دولت‌های غربی، متها با اکثریت مردم مسلمان بسازد. هیچ راه دیگری جز این در برابر ما قرار نداره. از راه بمباران هوایی نمی‌توان به این بحران پایان داد. از راه جنگ نمی‌توان به این بحران پایان داد. باید مردم این کشورها به خودشون بیایند، از جمله در ایران، با بنای یک حکومت یا حکومت‌های سکولار، حکومت‌های بردبار، حکومت‌های غیر مذهبی، حکومت‌های پایبند قانون و دموکراتیک که در اون مردم بتوانند کنار یکدیگر زندگی بکنند، با هر آینی که هستند به این بحرانی که جهان رو فرا گرفته و روزانه بسیاری از مسلمانان و غیر مسلمانان رو می‌کشه و از بین می‌بره، به این باید پایان بدهند. راه دیگری جز این نیست، وگرنه خاورمیانه برای همیشه ویران خواهد شد. گمان نکنید که اگر در دو سوی مرزهای ایران جنگ مذهبی امروز در جریان است، کشور ما میتواند گریبان خودش رو از این بحران جدا بکنه، جدا نگه داره. گمان نکنید که این شتر در خانه ما هم نخوابیده، خوابیده. دیری نخواهد بود که
این جنگ مذهبی به ایران هم سرریز خواهد شد. اینک پاکستان در آستانه یک انفجار سیاسی مذهبی است و اگر پاکستان، دولت پاکستان فرو بپاشد، این جنگ مذهبی به ایران هم سرریز خواهد شد و ما هم شاهد آغاز یک نوع تجزیه در ایران خواهیم بود. راهی جز این نیست که به خود بیاییم و بپذیریم که برای ماندگاری خاورمیانه، برای از میان نرفتن آنچه که تا به امروز ساخته شده، در واقع از میان رفتن تمام درآمدهای نفت این کشورها که داره ویران می شود، این کشورها در حال از هم فروپاشی هستند، برای جلوگیری از این فروپاشی راهی جز یک دگرگونی بنیادی، نخست در ساختارهای سیاسی و همزمان در ساختارهای فکری و فقهی دیانت اسلام، شیعه و سنی نیست. ببینید، دولت اسلامی ایران با این پیام بر سر کار آمد که میخواهد یک نوع عدالت، یک نوع دوری جستن از فساد پهلوی، دوری جستن از دخالت غربی ها در زندگی ما، آزاد آوردن آزادی، دست اسلامی، حرفایی که دهان پرکنی که میزدند، با این پیام و بشارت سر کار آمد. امروز نگاه کنی در ایران که یک زمانی یکی از پیشرفته ترین کشورهای آسیایی بود و هنوز هم میتواند یکی از پیشرفته ترین کشورهای جهان بشود، اگر این دمل چرکین رو در واقع ما علاج بکنیم، با این پیام سر کار آمدند و امروز در این کشور با وجود اینکه درآمد نفت ایران بسیار بسیار بالاتر از زمان رژیم گذشته بوده، با وجود اینکه نزدیک به 800 میلیارد تا 1 تریلیون دلار درآمد نفت ما در ایران داشتیم، امروز نابرابری های زندگی، فقر، فساد اخلاقی، دزدی و ویرانی بافت خانواده و اخلاق در جامعه بیداد میکنه. هیچگاه در تاریخ دوران مدرن ایران نابرابری در ایران به این اندازه نبوده. در گذشته از هزار فامیل صحبت میشد. امروز انگوش شماری از بلند پایه ترین آدم های حکومت در ایران و سپاه پاسداران و پیرامونیانشان از شمار ثروتمندترین مردمان جهان هستند و بقیه کشور در جستجوی نان شب، گذران زندگی، اون هم کشوری که دارای ثروت است. سیاست های دولت ایران در این 30 سال، اقتصادی ورشکسته، زیست بومی ویران برای آیندگان به جای نهاده. آب در ایران به دلیل سیاست های اقتصادی بسیار نادرست، سیاست های کشاورزی نادرست دولت گذشته که تشویق میکرد خودکفایی رو، همه بروند چاه بزنند، همه بروند به دنبال کشت باشند بدون هیچ گونه حسابی، یک نوع خشکسالی رو در ایران، یک نوع بی آبی رو در ایران، البته بخشی از اون جهانی است ولی به ویژه در مورد ایران، این سیاست های نادرست این ویرانی زیست بوم رو هم به دنبال داشته. در بستر این وضعیت ما با جنگ مذهبی در پیرامون خودمان روبرو هستیم. در خود ایران روزانه به فرومایه ترین جریان های فکری دامن زده می شود. من دیروز تارنمایی رو یافتم که در اون فتوای روحانیان تراز اول ایران رو درباره ازدواج میان یک دختر شیعی با یک مرد اهل سنت ردبندی کرده بود. ببینید، از 1.2 میلیارد مسلمان جهان 100 میلیون شیعی هستند، 1.1 میلیارد اهل سنت هستند، یعنی 90% مسلمانان جهان شیعی هستند، ببخشید اهل سنت هستند، 10% شیعی هستند. این علمای اعلام نه تنها در مورد جنگ مذهبی با
فتواهای خود، دستورهای خود و با صدور انقلاب، با دامن زدن به جریانهای دینی در عراق و سوریه و لبنان و خود ایران در واقع هیزم بر این آتش نهادند و آغازگر چنین دشمنی هایی بودند، در زمینه فرهنگی و اخلاقی همین دشمنی ها رو رواج میدهند. از آیت الله العظمی سید محمد حسینی شاهرودی استفتاء کردند، پرسیدند که آیا ازدواج زنهای شیعه با سنی و وهابی ها جایز است؟ اگر در منطقه همسر شیعه برای آنها یافت نشود، آیا از آن محل مهاجرت کنند یا با مرد سنی ازدواج کنند؟ البته ایشان فورا نظر دادند، چون به هر حال خودشون که راحت میتونن از یه شهری به شهر دیگه برن. گفته که البته خوب است که از آن محل بیرون شود اون زن و با شیعه ازدواج نماید، اما کسانی که ازدواج با آنها حرام است اینها هستند: ناسبی، وهابی و سنی. با ازدواج با اینها حرامه. ناسبی، ببینید راجب ناسبی چی میگوید. میگوید که ناسبی ها که دشمن اهل بیت عصمت و طهارت میباشند، ازدواج با آنها حرام است و نجس میباشند، بلکه از کافر و سگ هم نجس دارند. خب این داوری یک رهبر دینی شیعی در باره اهل سنت است. وهابی هاست، ناسبی هاست، کسانی که مخالف خاندان علی ابن ابی طالب هستند و اون فتواهای روحانیان و برجسته اهل سنت در وهابی در عربستان که شیعه کشتنشون لازم است، اینها رو شما در نظر بگیرید. حالا در مورد ازدواج گمان نکنید که رهبران اهل سنت کمتر از اینها میگویند. اونها میگویند که ازدواج با شیعه حرام است، اصلا شیعه باید کشته بشود. اینها میگویند که اینها سگ نجس دارند. خب اینها پایه های جنگ مذهبی است. وقتی در دو سوی گروهی که خودش رو مسلمان میدانه به یک کتاب باور داره، به قرآن باور داره، از یک پیامبر پیروی میکنه و به یک الله باور داره، یک دیگر رو نجس و قابل کشتن می دانند و حتی ازدواج در درون خودشون رو حرام و ناشایست نمی دانند، طبیعی است که کسایی می توانند با دامن زدن به این نفرت جنگ مذهبی برانگیزند. امروز ما در این خاورمیانه اسلامی با پدیده‌های روبرو هستیم و در شمال آفریقا که در تاریخ گذشته هم با اونها روبرو نبودیم، ما در دوران 200-300 سال گذشته گزارشی، من پژوهشگر تاریخ، گزارشی از این که گروهی به زور 600 نفر دختر رو میدزده و به اونها تجاوز میکنه و اونها رو ازدواج تقسیم میکنه بین خودشون، جز در هنگام لشکرکشی آغازین مسلمانان نیافتم. در جز در هنگامی که مثلا مغول ها حمله کردن یا جنگ های ایلی و طایفه‌ای در میان ایرانیان 500-600 هزار سال پیش وجود می داشته یا غیر ایرانیان، جز در این موارد من ندیدم در 200 سال گذشته در دوران مدرنیته که گروهی در شمال آفریقا دزدیدن دختران رو و به زور اونها رو به عقد کسی در آوردن رو بخشی از اسلام دانسته باشه. امروز این رفتارها پذیرفته شده است. امروز نشاندن انسان‌ها مسلمان در یک قفس و بنزین ریختن به روی این انسان‌ها و آتش زدن اونها در این قفس در برابر دوربین تلویزیون به عنوان یک رفتار اسلامی شناخته شده است. گمان نکنید در ایران این کار را نمی‌کردند. در ایران به فتوای آیت الله خمینی نزدیک به 7000 نفر رو در زندان کشتند در سال 67. اینها مستند است. اینها به نام دین، به نام خدا انجام میگیرند. در این باید دگرگونی ایجاد بشود. اونهایی که براستی به این دین باور دارند، برای حتی حفظ خود دین باید برخیزند و اصلاحات اساسی در این آیین بکنند، بردباری رو رواج بدهند، بگویند که این سخنان چیست که دختر شیعی نمیتواند زن اهل سنت بشود یا دختر سنی نمیتواند زن شیعی بشود.
این سخنان چیست؟ در دنیای مدر، در دنیایی که گلوبال شده، مردم بدون توجه به باورهای مذهبی و حتی بدون توجه به اینکه ایرانی هستند یا سوئیسی هستند یا سوئدی هستند با یکدیگر نزدیک میشوند و ازدواج میکنند و فرزندانشون در گزینش مذهب برای خودشون آزاد هستند، در این دنیا هنوز ما درگیر جنگ میان ولایت و خلافت هستیم و دامنه این جنگ گسترده تر هم شده. ترکیه در واقع دارد تاوان امتیازهایی رو که به داعش برای سالهای درازی داده بود پس میدهد. دولت ترکیه گام به گام سنگرهای بسیار استوار سکولاریزم رو در کشور ترکیه ویران کرد. گام به گام کوشید که بخشهای از شریعت رو بر جامعه ترکیه چیره بکنه. گام به گام کوشش کرد چهره ترکیه رو بیشتر مذهبی بکنه و ترکیه رو از دنیای اروپایی دورتر بکنه. از اون سوی به دلیل سیاسی و اقتصادی و همچنین دشمنی با بشار اسد دست داعشی ها رو باز گذاشت، حتی به اونها کمک کرد، یاری رساند و بسیاری از این داعشی ها از راه ترکیه به کشورهای اروپایی رفتن. بیشتر کسانی که در جریان های تروریستی در 20 سال گذشته از زمان سپتامبر 11 و پیش از اون دست داشتند یا از کشورهای مانند عربستان و کشورهای پیرامون خلیج بیرون آمدند یا از راه ترکیه از سوریه در واقع به اونجا رفتند. و این نشان میدهد که ما با یک بحران جدی در دنیای اسلامی رو بباستیم، که دنیای اسلامی که زمانی افتخار میکرد که خردمندانی رو در دامان خودش پروریده، بزرگانی رو پرورش داده، امام محمد غزالی داشته، ابو علی سینا داشته، بسیاری دیگرانی که از شخصیت‌های برجسته نظری و دیدگاهی و فقه اسلامی بودند، آدم‌های برجسته‌ای در تاریخ داشته، امروز تروریست تحویل جهان می‌دهد. امروز آدمکش تحویل جهان می‌دهد. و اگر مسلمانان ایران و کشورهای خاورمیانه به خود نیایند و تکان نخورند و این گرفتاری اساسی رو از بنیاد دگرگون نکنن، نه از بنیاد به این معنا که بیدین بشوند، خیر، به دین خودشون باشن، اصلاح در این دین بکنن که بردباری، زندگی با دیگران، پذیرش آزادی و حقوق انسانی و شرافت انسانی رو، آزادی و حقوق انسان رو با مذهب خودشون در هم بیامیزن، بپذیرند و همون گونه‌ای که زمانی از جمله در ایران پس از مشروطه مردم زندگی می‌کردند در کنار یکدیگر، به اون دوران ولی با یک ساختار استوارتری باز نگردند، اگر به اون ارزش‌ها نرسند، این ویرانی و جنگ داخلی در خاورمیانه دامنه گسترده‌تری خواهد داشت. ما در ایران هم شاهد گسترش این جنایت‌ها خواهیم بود، به ایران هم کشیده خواهد شد، دیری نخواهد بالاست. و خب به شما قول داده بودم که درباره زندیات مصدق سخنانی با شما داشته باشم. ببینید، اینک 70 سال از رویدادهای 28 مرداد 1332 میگذرد، اینک در آستانه 71مین دومین سال هستیم، 70 و 95، بله 73 سال، 73مین سال هستیم، نه ببخشید 50، 70 نه 50، در آستانه 1332، بله 60، ببخشید 60 و خورده ای، من امروز یه کمی حواس پرتی دارم، 60 و چند سال از 28 مرداد میگذرد، هنوز درگیری هایی که میان ما ایرانی ها بر سر اون دوران وجود دارد پیرامون 28 مرداد میگردد، یعنی اونجا در واقع به خود یک نوع زندگی تازهی بخشیده. و من نمیخوام امروز و یا در برنامه های هفته آینده اصلا به 28 مرداد بپردازم، موضوعی است که بارها درباره‌اش صحبت کردم و بنابراین دارم که بیشتر به اون جنبه های ناراستگویانه و یا ناسزاگویانه که در
این روزها و در سالهای گذشته در برخورد به کارنامه زندیات محمد مصدق وجود داشته، اونها رو در واقع با شما در میان بگذارم. چیزهایی که روان شده، پذیرانده شده، پذیرفته شده، تکرار می شود از سوی گروه های مختلف، آدم های گوناگون، و کمتر به اونها پاسخ داده می شود. البته من در کتاب سوداگری با تاریخ به بخش های از اونها پاسخ دادم، ولی بر روی باید اینها رو هر بار برای مردم بازگو کرد. چرا این مسئله اهمیت داره؟ زیرا ما با یک پدیده‌ای در تاریخ ایران روبرو هستیم که پذیرش یک رشته باورها و داوری‌ها بدون هیچ سند و پیشینه است. یعنی کافی است که بیایند و بگویند که فلان کس فراماسون بود یا فلان کس نوکر انگلیس بود، شاه از سیاه پول میگرفت، چیزهایی که خیلی پذیرفته شده است و بلافاصله همه بپذیرند. حالا چرا محمد رضا شاهی که این همه درآمد نفت داشت و به دولت‌های دیگر از جمله دولت اردن پول میدادند باید مزدبگیری کشور خارجی باشد بماند؟ اینکه یک روابط سیاسی ویژه‌ای با ایالات متحده آمریکا وجود داشته به جای خود، ولی در واقع یک رشته نکاتی رو یا جنبه هایی رو اینها رو نکاتی رو مطرح کردن و این نکات پذیرفته شده و در تاریخ ما اینها به عنوان پدیده درست یا تاریخ درست شناخته شده، به ویژه این کارزار دشمنانه ای که درباره زندیات محمد مصدق روان شده و به ویژه پس از انقلاب 57 کسانی کوشیدند که اصلا نشان بدهند که این مصدق که در مجلس یک بار گفته بود درباره اسلامیت و ایرانیت صحبت کرده بود و قرآن از جیب خودش بیرون آورده بود، این اصلا پایه‌گذار همین جریان اسلامی در ایران همین آقای محمد مصدقه. اوست که با کارهای خودش، با همکاری او و کاشانی و به دروغ جانبداری از فدایان اسلام، به جریان‌های مذهبی در جامعه ایران دامن زد. امروز که به ویژه در بخش نخست برنامه درباره جنگ مذهبی در خاورمیانه صحبت کردم، در فاصله تنفسم یکی از دوستان تک زد به من که دامنه این کار امروز به بنگلادش هم رسیده و رفتند و رهبر یکی از گروه‌های غیر مسلمان رو کشتند و اونها هم آمدند حمله به اینها کردند و به زودی جنگ مذهبی در بنگلادش بالا خواهد گرفت. بد نیست که برنامه بخش دوم برنامه امروز رو و این سری گفتگوهای با شما رو، سری گفتارهایی رو که درباره مصدق خواهم داشت، بدون پرداختن به 28 مرداد کودتا بود یا قیام بود یا غیره، با اشاره به دیدگاه آزاد و باز مصدق درباره بردباری دینی آغاز کنم. آیا مصدق هوادار بردباری مذهبی بود و یا مانند رهبران جمهوری اسلامی امروز به یک نوع چیرگی اندیشه شیعی اعتقاد داشت؟ کسانی آمدن و گفتن چون تز دکترای بود درباره ارث در آیین شیعی است، حتما باورمند به همین اندیشه هایی است که امروز رهبران جمهوری اسلامی هم از اون پشتیبانی میکنند. یکی از شخصیت‌های بسیار سرشناس اسلامی در ایران در دوران رژیم گذشته و سپس در آغاز جمهوری اسلامی آقای فلسفی بود. خطیب بود آقای فلسفی، منبری بود، از درس خواندگان بلند پایه قم و نجف نبود ولی آدم بسیار با نفوذی بود و می توان گفت که آقای بروجردی به او خیلی باور داشت و حتی رابطه میان دربار و بروجردی بود، چون با دربار نزدیک بود، گاه سوی دربار پیغام پیش آقای بروجردی می برد و از آقای بروجردی پیغام پیش دربار می برد. آدم بسیار فعالی بود در این زمینه و حتی در دوران پس از 28 مرداد میدان رو برای او باز گذاردند که به منبر برود و یک سالی رو به بهائیان ناسزا بگوید. در اون دوران بود که ایران میخواست وارد پیمان بغداد بشود که بعدها سنتو شد و میخواستند که به گونه‌ای فضای جامعه
طوری باشد که برانگیخته مردم در مخالفت با پیمان بغداد و سنتو نشوند. این است که منبرها رو برای ناسزاگویی به بهاییان باز گذاشتن و این امتیاز رو به آقای بروجردی دادن که سخت با بهاییان دشمنی داشت. آقای فلسفی خاطراتی نوشته که در دوران پس از انقلاب چاپ شد و ببینید در این خاطراتش از جمله از یک دیداری که با محمد مصدق داشته چگونه یاد میکنه. این به بحث امروز ما درباره بردباری دینی خیلی میخوره. امروز دیگه پذیرفته شده است در میان انسانهای فرهیخته تر در ایران که به راستی در گذشته نسبت به حقوق بهائیان و دیگر اندیشان و دیگر آیین‌های اقلیت در ایران ستم شده، به ویژه بهائیان و پیشتر از اون بابی ها، این رو همه پذیرفتن، همه تکرار میکنن. همه منظورم اونهایی که منتقد به رفتار حکومت کنونی ایران هستن. این سخن برمیگردد به سال 1331، 60 و اندی سال پیش. به اشتباه اول گفتم 70، بعد گفتم 50، ولی در واقع 60 و اندی سال پیش که دوران زمامداری محمد مصدق بود. عرض کنم که بخشی از خاطراتش رو برای شما میخونم. میگوید که موضوع از این قرار بود، رفته بود به دیدن مصدق، که بهایی ها در شهرستان ها مسئله ساز شده بودند. حالا تا چه اندازه میتواند این موضوع جدی باشد که یک اقلیت کوچکی در ایران که در اون هنگام شاید شمار همه هواداران این آیین در ایران به چند ده هزار نفر بیشتر نمیرسید، بسیاری از اونها در ایران زندگی نمیکردند، ولی گیرم که در ایران 100 هزار بهایی بوده باشند در اون هنگام، شمار اندکی در مقابل جمعیت چند ده میلیونی جامعه ایران بود. موضوع از این قرار بود که بهایی ها در شهرستان ها مسئله ساز شده بودند و قدرت نمایی می کردند. حالا در شهرستان ها یک گروه اقلیتی چگونه می توانند در برابر مسلمانان شیعی که دولت و ساختار روحانیت و همه اینها از اونها تشکیل شده قدرت نمایی کنند بماند؟ اینا از این حرفایی است که می زدند برای اینکه توجیه کنند که چرا باید اونها را از اداره ها بیرون کرد. موضوع از این قرار بود که بهائی ها در شهرستان ها مسئله ساز شده بودند و قدرت نمایی میکردند. به امر آیت الله العظمی آقای بروجردی وقت ملاقات گرفتم و نزد او یعنی مصدق رفتم. پیام آقای بروجردی را به ایشان رساندم و گفتم شما رئیس دولت اسلامی ایران هستید و الان بهائی ها در شهرستان ها فعال هستند. بگذاریم که دولت در اون هنگام دولت دینی نبوده، دولت اسلامی نبوده، دولت ملی بوده. حالا مصدق جواب میده شما رئیس دولت اسلامی ایران هستید و الان بهایی ها در شهرستان ها فعال هستند و مشکلاتی برای مردم مسلمان ایجاد کردند. حالا اینکه بهایی ها گیرن فعال شدن چه مشکلاتی برای مردم مسلمان ایجاد میکنن، مرکز نیایش که ندارند، مسجد که ندارند، ده ها مسجد در هر شهری وجود دارد، حالا اینها اگر هم فعال شده باشند چه مشکلاتی برای مسلمانان ایجاد میکنند خدا میداند، ولی به هر روی بپذیریم سخن ایشان رو. گفته بله، شما سفارش آقای بروجردی است که این بهایی ها در شهرستان ها فعال شدن. ببخشید به آخر برنامه رسیدیم، جمله رو تموم کنم. در شهرستان ها فعال هستند و مشکلاتی برای مردم مسلمان ایجاد کردند. ایشان لازم دانستن، یعنی آقای بروجردی، که شما در این باره اقدامی بفرمایید. دکتر مصدق بعد از تمام شدن صحبت من به گونه تمسخرآمیزی قاه قاه و با صدای بلند خندید و گفت آقای فلسفی، از نظر من مسلمان و بهایی فرقی ندارند، همه از یک ملت و ایرانی هستند. این جواب دکتر محمد مصدق 60 و اندی سال پیش بوده. خب سخن گرم شد، حتی یک دقیقه هم به برنامه دیگران ما تجاوز کردیم. پوزش میخوام از کارگردان و از برنامه سازان تلویزیون. هفته آینده این گفتگو رو با شما پیگیری خواهم کرد.